بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که امروز فرصتی پیش آمد تا با دکتر حسن ماسالی که معرف حضورتون هستند با صحبتی داشته باشیم در رابطه با اوضاع و احوال ایران و حقیقتاً ایران و جهان. از یک طرف بی‌آبی، از یک طرف سیل، از یک طرف بی‌برقی، از یک طرف سوء استفاده ماینرهای بیت کوین و مهمتر از همه تظاهرات در ایران. آقای ماسالی سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. شما لطف کنید به دوستان بیننده و شنونده بگید که نظر شما چیه کلن و ایران به کجا میره؟ تظاهرات مردم در ایران شدیدتر و همگیرتر شده، حتی در شهرهای دیگه که کاری به بی‌آبی و اینها هم نداره به عنوان حمایت، ولی کلن شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ یا دولت روحانی بعد از 8 سال با این همه خرابکاری هایی که انجام داده الان که دیگه در حال رفتن، انتظاری ازش نیست؟ از طرفی دولت رئیسی هنوز قدرتی نداره و من دیروز و پریروز دیدم که بعضیا بهش گفته بودن که شما منتظر نشین، بیا کارتو انجام بده، اصلا خبر ندارن چجوری یه دولتی که فعلا منتخب هست میتونه بیاد کار انجام بده. کلن شما نظرتون رو درباره اوضاع و احوال وخیم ایران برای بینندگان توضیح بدید. بفرمایید، با شما هست. آقای ماسالی شما صدا ندارید، اگه اونجا میکروفونی چیزی. بله قبلا صدامون خوب بود ولی بله الان خوبه. الان صدا آمد، بسیار عالی، بفرمایید. بله، درود به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. من ضروری میدونم خیلی فشرده نظرم رو در مورد شرایط کنونی ایران و جهان بگم و از اینی که در چه این شرایطی چه وظیفه‌ای بر عهده داریم در این موردم توضیحاتی بدم. اولا در ایران واقعا بی سابقه است که این چنین فقر و بی‌آبی و دیکتاتوری گسترش یافته و این رژیم فاسد در حال توانسته با ترور اختناق و با پراکنده کردن اپوزیسیون ایران و نیروهای مبارز و سرکوب مردم هنوز بر سر قدرت باقی بمونه. ولی ما وظیفه داریم که این رژیم آخوندی را به طور بنیادی متلاشی کنیم. چگونه متلاشی کنیم؟ من عقیده دارم با برخی از سیاست بازی های سازشکارانه که بخشی از درون اپوزیسیون تاکنون دنبال کردن و موجب پراکندگی درون نیروها شدن، باید به این مناسبات خاتمه داد و دقیقا به این اعتقاد دارم که باید تدارک ببینیم و یک مبارزه مسلحانه سراسری در ایران سازماندهی کنیم، مردم خوزستان بلوچستان را تنها نگذاریم. ما نیاز داریم که هسته های مقاومت در سراسر کشور به وجود بیاریم و این رژیم را آخوندی را به طور بنیادی متلاشی کنیم. من عقیده دارم واقعا این فسادی را که از طریق آخوندها در ایران حاکم شده، ما هر وظیفه هر ایرانی است که هر آخوندی را در هر محلی میبینه مجازات کنه. یعنی آخوند جرأت نکنه در ملأ عام ظاهر بشه، وگرنه این وضع ادامه خواهد داشت. این آخوندها امنیت و ثروت مردم را برباد دادن. ما با وظیفه داریم که امنیت خود آخوندها را از اونها سلب کنیم. آخوند در هر محلی دیده میشه باید مجازات بشه و من به پیشنهاد دقیق من اینه که نیروهای با گرایشات مختلف، چه میخواد طرفدار
نظام پادشاهی باشه، چه جمهوری باشه، چه به اصطلاح طرفدار سوسیال دموکراسی باشه غیره، همه باید دست به دست هم بدیم و بتوانیم آخوندها را در سراسر ایران مجازات کنیم و بتوانیم ایرانی آزاد و آباد و مستقل بنا کنیم، وگرنه مردم ایران از این اپوزیسیون به این شرایط، در این شرایط که به سر میبره، سلب امید میکنن و نمیتوانن به تنهایی در مقابل این همه برای جنایات مقاومت کنن. ما و شرم‌آوره که ما بشینیم و نظارگر اون چیزی رو که در سیستان و بلوچستان و خوزستان و غیره اتفاق میفته باشیم، بلکه باید کوشش کنیم با ایجاد هسته های مقاومت و ایجاد همبستگی ملی در خارج از کشور و در داخل کشور بتوانیم این رژیم را به طور بنیادی متلاشی کنیم. ما حق نداریم آخوند را در امور مردم ایران دخالت بده. خیلی ممنونم آقای ماسالی. شما صحبت از به اصطلاح نبرد مسلحانه کردید و اینکه آخوندها را هر جا دیدن بزنن از بین ببرن، ولی بعضی ها باور دارن که اگه این کارا را انجام بدیم اون وقت به حکومت آخوندی بهانه ای دادید که اونها بگن ببینید این مثلا فلان آخوند رو زدن، یا ببینید الان من میبینم فیلم هایی رو دولت ایران و تلویزیون ایران نشون میده که یه عده با اسلحه حتی با اون به اصطلاح مسلسل ها روی پشت بام ها هستن و نوشتن خوزستان مسلح شد. نظرتون در این مورد چیه؟ و یک مسئله دیگه که چند روز گذشته به شدت مورد توجه و صحبت همه قرار گرفت، ماجرای خانم مسیح علی نژاد بود. بعضی ها میگن که آمریکا داره از ایشون یک احمد چلبی میسازه برای همون ماجرای عراق. شما نظرتون در این مورد چیه؟ و خانم مسیح علی نژاد هم به اشتباه به نظر من فکر میکنه اگر با چند تا نماینده صحبت کنه، ایشون به نظر میرسه هنوز نمیدونه تفاوت نماینده قانونگذار آمریکا با حکومت آمریکا دو تا هست. شما کلا نظرتون در این باره چیه که بعضیا میگن اگر مسلحانه به اصطلاح به طرف آخوندها بریم به اونها بهانه میدیم، و ماجرای خانم علی نژاد و تلفن وزیر امور خارجه و داستانهای دیگه‌ای که در به اصطلاح اطراف ایشون بود یکی دو هفته گذشته؟ اولا نظرم در این موارد این است که اولا که خانم مسیح علی نژاد هر فعالیتی انجام میده مربوط به خودشه، ولی ما عقیده داریم، من عقیده دارم که ما یک رهبری سازمان یافته و که برخواسته از اتحاد نیروها و گروهها و شخصیت های مبارز باشه در داخل و خارج از کشور باید به وجود بیاریم و منتظر صحنه سازی های بین المللی نباشیم. و من عقیده دارم، حتی من تجربه بیش از 50 سال مبارزه در ایران رو به من نشون میده که حتی دول بزرگ خارجی موقعی به اپوزیسیون ایران و خواستهای مردم ایران احترام میذارن که این اپوزیسیون به طور سازمان یافته و متحد در کنار مردم باشه و از حقوق اونها دفاع بکنه تا بتونه در سطح بین‌المللی هم عرض و اندام بکنه، وگرنه این افراد نیروها در خارج از کشور هم و چه داخلی و خارجی صحنه سازی هایی میکنن برای منافع خودشون. ما باید متحد باشیم، به مبارزه خودمون ادامه بدیم و با قدرت خودمون کوشش کنیم که احترام و
به اصطلاح طرفداری نیروهای مختلف رو برای منافع مردم ایران جلب بکنیم. بنابراین من وارد بحث‌های انحرافیه که خانم مسیحیانی نژاد کیست و چه کاره بوده و این صحنه‌سازی‌ها و غیره اینا رو این وارد این مباحث نمیشم و این نشان دهنده اینه که ما با این ویرانه‌ای که در درون اپوزیسیون ایران باش رو برو هستیم و باعث شده که برای ما صحنه‌سازی‌های بین‌المللی هم به وجود بیارن. بنابراین من عقیده دارم مسئله گسترش فقر و دیکتاتوری، بی‌آبی و مسائل مختلف دیگه، ترور اختناق ایجاب میکنه که نیروهای مختلف ایرانی با گرایشات مختلف، چه میخواد طرفدار نظام پادشاهی باشه چه جمهوری باشه، بتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن و برای مبارزه در سطوح مختلف که در رأسش به نظر من مقاومت مسلحانه باید باشه، یعنی ما در مقابل ترور و اختناق این رژیم نمیتوانیم با سلام و صلوات مقابله بکنیم. این رژیم بدون اینی که مردم ایران دست به اسلحه ببرن یا اپوزیسیون دست به اسلحه ببرن، سالهاست که به ترور اختراق خودش ادامه میده. بنابراین ما نباید در مقابل این ترور اختناق سکوت بکنیم و این حق مسلم مردم ایرانه که بیاد در سراسر ایران به مقاومت کنه و هرچی آخوند مجازات بکنه. ما این بیش از 1,000,000 آخوند دزد و جنایتکار در ایران دارن این مملکت ایران رو میچاپن و پول ثروت ایران را و اسم خودشون یا فامیل خودشون به خارج انتقال میدن. باید به این مناسبات خاتمه داد. مجازات آخوندها در رأس برنامه ها در سراسر ایران قرار داره. بسیار ممنونم. شما اون سابقه 50 سال، بعضیا ممکنه ندونن که شما در به اصطلاح کشورهای دیگه آموزش‌های نظامی و عملیاتی دیدید، حتی در وارد کردن اسلحه به ایران به اصطلاح تجربیاتی دارید. بعضی ها میگن که الان دیگه در قرن 21 اون عملیاتی که در قرن 20 انجام میشد جوابگو نیست و باید از روش‌های جدید مخصوصاً به اینترنت و به سوشال مدیا، این صفحه های اجتماعی و اینها بیشتر تکیه میکنن. شما نظرتون در این باره چیه؟ آیا اپوزیسیون تونسته خودش رو با زمان تطبیق بده یا اینکه اپوزیسیون در 50-60 سال گذشته در جا زده؟ من به نظر من نیست که اپوزیسیون ایران در جا زده و واپسگرا شده، باید از این حالت در بیاد و ما باید یک جهش در درون اپوزیسیون صورت بدیم، باید یک جهش در مبارزه با وجود بیاریم تا در میان مردم امید به وجود بیاد و این مبارزه مسلحانه به عنوان یک گام اوله، نه به عنوان اینی که به عنوان به طور دائم باید ادامه پیدا بکنه. این مثل بولدوزر باید جاده را صاف کرد که تا بتونه یک جامعه‌ای با مناسبات دموکراتیک برقرار بشه و با رقابت‌های دموکراتیک بعداً در ایران قدرت تقسیم قدرت صورت بگیره. ولی در بیش از 50 سال که ترور اختناق، قتل عام زندانیان سیاسی ایران ادامه داره و ما هم تماشاگر این صحنه‌ها شدیم و یه دم هستن ما را میخوان نصیحت بکنن که هنوز تحمل کنیم، گویا ما بوده باید منتظر ظهور امام زمان باشیم و به این چنین اپوزیسیونی باید لعنت فرستاد. ما باید دست به دست هم بدیم و یک ایرانی آزاد و آباد بنا بکنیم و آخوند رو از مناسبات حکومتی به طور کلی حذف کنیم. آخوند 1,000,000 آخوند به وجود اومده که به دزدی و غارت ادامه میده. این نیرو باید در جان
درون جامعه جایگاه خودش را پیدا بکنه، نه به مفتخوری و دزدی و جنایت حق نداره ادامه بده در ایران. بنابراین این آخوندی با این عبا و عمامه تبدیل شده یک وسیلهی برای غارت و دزدی و دروغگویی. ما به این مناسبات باید خاتمه بدیم. بدون خاتمه دادن این، ما در مبارزات دیگه موفق نخواهیم شد. اینها بخشی از مبارزه است. بسیار ممنونم. نظر شما درباره اون پیامی که آقای رضا پهلوی به آقای جو بایدن ارسال کردن از طریق توییتر اگر اشتباه نکنم، که آقای بایدن شما 35 سال پیش در رابطه با آفریقای جنوبی اعتراض کردید وقتی در مجلس بودید و امروز هم بیان یه همچین کاری برای ایران انجام بدید و صدای مردم رو الان که به اصطلاح حکومت دست شماست به گوش جهانیان برسونید، نظر شما درباره این چیه؟ آیا کارساز هست یا فقط مثل به اصطلاح فراخوان‌های قبلی، نامه‌های قبلی این هم میگذره و فراموش میشه؟ من عقیده دارم این فراخوان از طرف هر کسی باشه، ما باید ازش پشتیبانی بکنیم و نباید به جنگ و جدال داخلی بپردازیم و دیگران از این صحنه سازی ها استفاده بکنن، دشمنان ما سوء استفاده بکنن. بنابراین من تا اونجایی که اطلاع دارم در نظام فکری شاهزاده رضا پهلوی تحولات بزرگی روی داده و من به سهم خودم گرچه با پدر ایشون مخالف بودم ولی عقیده دارم با ایشون باید همکاری کرد و در مسیر واحدی برای نجات مردم ایران گام برداشت. تعصبات و دوگماتیزم رو باید کنار گذاشت و تحولات را در شرایط مشخص را با تحلیل مشخص نگاه کرد و عمل کرد. بنابراین من به سهم خودم اعلام میکنم که من از با هر قدم مثبتی که شاهزاده رضا پهلوی برداره من از ایشون پشتیبانی میکنم، بدون اینی که بیام مسائل تاریخی و پدر ایشون را در نظر بگیرم و به این همکاری ها بی‌توجه باشم. خیلی ممنون از شما. میبینم که شما چون توی دفتر کارتون هستید اونجا هم تلفن زنگ میزنه و نمیخوایم مزاحم کارتون بشیم. یه سوال آخری که من دارم این هست که وبسایت شما ایران امید در راه برکناری تمام عیار حکومت جهل و جنایت، این شعارش هست، دوستان از اون طریق اگه با شما تماس بگیرن به اصطلاح کسی هست که جوابگو باشه و این ارتباطات رو بتونه بیشتر برقرار کنه؟ و از طرفی دو هفته پیش یه نشستی بود هم آقای رضا پهلوی و چند گروه دیگر، آیا در اون نشست هم از شما دعوتی شد یا به اصطلاح خبری هست از اینکه این گروه ها بالاخره بعد از 42 سال تقریبا 43 سال بیان و یه گروه ائتلافی درست کنن به جای اینکه هر کسی با چند تا از دوستاش یک حزبی داشته باشه، سازمانی داشته باشه، بالاخره یک جایی بشینن سر وجوه مشترکشون با همدیگه به اصطلاح ائتلاف کنن؟ خبری هست یا امیدی هست یا شما چی فکر میکنید؟ یه مقدارم درباره اون وبسایتتون نشون صحبت بدید، من در حین صحبت کنید، من در حین صحبت‌های شما وبسایت رو نشون میدم. بفرمایید. بله، من بسیاری از مسائل تاریخی رو خودم در وبسایت‌های خودم مطرح کردم و عقایدی رو که داشتم بهشون پایبند بودم و در حال حاضر عقیده دارم هر قدمی که رضا پهلوی برداره و به نفع مردم باشه بدون تعصب باید ازش پشتیبانی کرد و به سهم خودم عقیده دارم که ما فرد ایشونم تا اونجایی که اطلاع دارم این مسئله رو قبول کردن که ما فرد پرستی رو کنار باید بگذاریم، باید یک شورای ائتلافی و هماهنگی به وجود بیاریم و از این طریق بتونیم دست جمعی بر علیه این رژیم حاکم جنایتکار و واپسگران مبارزه ادامه بدیم. من از این لحاظ چون این
تحولات رو در ایشون و در نوشته هاشون ملاحظه کردم، پشتیبانی خودم را اعلام کردم و چون اغلب در مسافرت بودم و در اروپا بودم این بر اون بر و اینترنت و بعضی نوشته ها رو نگاه نکرده بودم، شاید ایشون هم از من دعوت کرده باشه و عقیده دارم ایشون هیچ تعصبی نداره و با منم رابطه دوستانه ای داره و بنابراین من آماده هستم که با ایشون همکاری بکنم، نه به عنوان این که ایشون هم خودشون هم اعلان کرده، نه به عنوان شاهزاده یا به عنوان مرجع قدرت، بلکه به عنوان یکی از شرکت کنندگان نیروی مردمی در کنار مردم و در کنار سایر نیروهای اپوزیسیون نقش خودشون رو میخوان ایفا کنن که من ازش استقبال میکنم. بسیار ممنونم. آقای ماسالی، نظر شما درباره انتخاباتی که انجام شد چی هست؟ بعضیا باور دارن که اپوزیسیون اشتباه کرد و با این اشتباهی که انجام داد الان تمام قدرت یک دست در دست تندروها هست، از رهبر گرفته، مجلس ایران گرفته، جمهور به اصطلاح رئیس جمهور گرفته و قسمت قضایی ایران. نظر شما چی هست؟ آیا اپوزیسیون اشتباه کرد یا با این کارهایی که کردن نشون دادن به دنیا که مردم در انتخابات شرکت نمی کنن و جمهوری اسلامی رو نمی خوان؟ من عقیده دارم ده ها اپوزیسیون ایران و از جمله خود من در گذشته اشتباهاتی هم کردیم که ما باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص اون زمان و امروز به عمل بیاریم و به اشتباهات خودمونم بپردازیم و در صدد رفع اون بر بیاییم و یا شیوه مبارزه را تغییر بدیم و تکامل ببخشیم. بدون بنابراین ما نمیتوانیم از اشتباهات خودمون بگذاریم. ما این فروتنی را در همه خودمون باید دامن بزنیم و بتونیم اشتباهاتی که اصلا موجب استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران شد، ما باید به این انتقاد بکنیم. ما رفتیم، من در چند جا هم اعلام کردم، ما رفتیم تاکتیک بزنیم، استراتژی کردیم. بنابراین ما از این پدیده تاریخی هم باید درس بیاموزیم. بسیار ممنونم از شما، خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردید، خیلی ضرب العجل بود، متشکرم. و اگر صحبتی باز دارید بفرمایید، اگر نه امیدوار باشیم که به زودی باز هم شما رو داشته باشیم و میدونم شما بیشتر وقتا در سفر هستید و وقتی هم اینجا هستید خیلی فعالیت میکنید، ولی امیدوارم که بیشتر با شما باشیم. بفرمایید. بله، من در حال باز تکیه میکنم، من به انواع و اقسام مبارزه اعتقاد دارم، هر کس به اندازه توانش، از جنبش زنان گرفته، سندیکایی گرفته، مبارزات مختلف مسالمت آمیز گرفته تا مبارزه مسلحانه، همه را باید با هم دنبال بکنیم و این رژیم را، هر این شیوه مبارزه، هر کدوم در جایگاه خودش مطرحه، در مرحله تاریخی معین خودش مطرحه و ما باید ادغامی از اینها به وجود بیاریم و باعث بشه تا این رژیم به طور بنیادی بپاشه. بنابراین من از حقوق سندیکایی کارگران از هم مسالمت آمیز دفاع میکنم و هر جایی هم ببینم که این کارگران و زحمتکشان رو دارن ترور میکنن و سرکوب میکنن، حتی به طور مسلحانه حاضرم در سازماندهی شرکت بکنم و از اونها و از منافع اونها دفاع بکنم. خیلی متشکرم. ممنونم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم در برنامه های آینده با خبرهای بهتری با ما باشید. خیلی ممنون که با ما بودید. درود فراوان به شما، خیلی ممنون، سپاس از شما. مرسی. دوستان عزیز، با آقای دکتر حسن ماسالی بودیم و اگر شما سوالی یا صحبتی در این مورد دارید میتونید مستقیما با ایشون تماس بگیرید. من وبسایت ایشون رو نشون دادم، یک بار دیگه هم نشون میدم، ایران امید، و آدرسش هم هست
اینجا بله به شما نشون بدم که ببینید همین ساده خیلی راحت ایران امید دات دی ای، یعنی وبسایت هایی که آلمان هستن، از کشور آلمان به اصطلاح این وبسایت ها گرفته شده یا تهیه شده، و نظرات خودتون رو هم میتونید در یوتیوب، در فیسبوک به اصطلاح بنویسید، من نظرات شما رو برایشون منتقل میکنم، یا از طریق وبسایت خودشون اون قسمتی که الان بهتون نشون میدم، اون قسمتی که نوشتن تماس با ما، این قسمت اول باهاشون مستقیما تماس بگیرید. و من تا اونجایی که یادم هست، من از 20 و چند سال پیش آقای ماسالی رو شناختم و ایشون خیلی ریسپانسیو هستن، یعنی جوابگو هستن، وقتی شما باهاشون تماس میگیرید ایشون هم با شما تماس میگیره. خیلی ممنون که با ما بودید، برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی، روز روزگار بر شما خوش.